بینندگان گرامی، سلام و وقت بخیر. به یک بسته تازه و مهم خبری دیگر از دری میدیا خوش آمدید. با دنبال گفته های جنجالی عبدالحمید خراسانی، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با گفته های وی واکنش نشان داده است. همزمان با این برخی از منابع میگویند که نیروهای پاکستانی نشانه های مرزی را تخریب کردند. طالبان اما میگویند که از مرزها تا پای جان دفاع میکنند. همچنین از بدخشان خبر میرسد که دو دختر در دریای کوکچه غرق شدند. از سوی هم شماری از منابع خبری مدعیان که ایران برای انجام حمله بزرگ بر اسرائیل آماده می شود. در همین حال شماری از منابع مدعیان که یحیی سنوار خواستار توافق آتش بس است، ولی بنیامین نتانیاهو تا کنون در این زمینه راضی به نظر نمی رسد. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. عبدالحمید خراسانی، رئیس قطعه بدری طالبان، در تازه ترین سخنانش گفته های جنجالی تازه ای را مطرح کرده است. وی بعد دنبال بدرفتاری پلیس ایران با سید مهدی موسوی، مهاجر افغانستانی ساکن ایران، خطاب به مهاجرین افغان در ایران گفته است که با چاقو و تفنگچه ایرانی ها را بکشید. ببینید، در ایران چاقو است، تفنگچه است، همه چیز است. بکشیدشان، از پس سر حلالشان کنید تا غیرت مردم مسلمان افغانستان را بدانند. این وی ایرانی ها را کافر و مشرک خوانده و آنان را بدتر از یهود و نصارا خوانده است. نس چی کلام الله مجید فدوا می دهم که اینها مشرک هستند، کافر هستند، بدتر از یهود و نصارا هستند. این گفته های وی واکنش های زیادی را در شبکه های اجتماعی به همراه داشته و جمع زیادی از این گفته های وی انتقاد کردند. گفتنیست که گفته های تند عبدالحمید خراسانی حتی واکنش های طالبان را نیز به همراه داشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که عبدالحمید خراسانی یک شخص خانه‌بدوش است و هیچ صلاحیتی در حکومت طالبان ندارد. مجاهد روز یک شنبه 21 اسد به خبرنگار خبرگزاری تسنیم گفته است که خراسانی از هیچ نهاد وابسته به طالبان نمایندگی نمی کند. خبرگزاری تسنیم ایران نیز خراسانی را یک شخص فتنه‌گر میان شهروندان افغانستان و ایران عنوان کرده است. گفتنیست که بعد دنبال بدرفتاری پلیس ایران، وزیر داخلی این کشور نیز گفته است که با عاملین این قضیه برخورد خواهند کرد. همچنین سفارت طالبان در تهران ایران نیز در کنار خانواده سید مهدی رفته و ضمن کمک 1000 دلاری از تداوی وی نیز خبر داده است. من اولاده شما هستیم، بعض به دکتر هر چیز میکنیم، معرفی میکنیم، یعنی چنمایش هست و دیگر کدام مشکل باشد. مقامات طالبان در تهران ایران گفتند که وضعیت مهدی خوب است و آنان این موضوع را پیگیری خواهند کرد. در همین حال آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش شده است که ایران برای انجام حمله بزرگ و مستقیم به اسرائیل آماده می شود. این رسانه روز دوشنبه 12 آگوست گزارش شده که ارزیابی جامعه اطلاعاتی اسرائیل این است که ایران ظرف چند روز آینده به تل‌آویو حمله می کند. طبق گزارش وزیر دفاع اسرائیل روز یک شنبه و همتای آمریکایی خود گفته است که ایران برای انجام یک حمله بزرگ آماده می شود. بر اساس این گزارش حمله نخست از جانب حزب الله لبنان خواهد بود و سپس ایران به آن می پیوندد. همزمان با این CNN گزارش داده که یحیی سنوار، رئیس دفتر سیاسی جدید حماس، خواستار توافق آتش بس است. اما موضع بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، مشخص نیست. CNN روز یک شنبه 11 آگوست به نقل از یک منبع اسرائیلی آگاه گزارش داده که حداقل این پیامی است که میانجی‌های مصری و قطری در روزهای اخیر به مقام‌های اسرائیلی قبل از نشست مهم در اواخر این هفته
منتقل کردن. طبق گزارش اینکه آیا نخست وزیر اسرائیل چنین چیزی را می‌خواهد یا خیر در حاله ی از ابهام قرار دارد. از سوی هم منابع محلی در بدخشان می‌گویند که نیروهای سرحدی پاکستان نشانه‌های مرزی را در نقطه صفری واخان این ولایت تخریب کردند. با گفته منابع نشانه‌های مرزی از سوی نیروهای طالبان ساخته شده بود. با گفته منابع این اقدام نیروهای مرزی پاکستان حدود 3 روز پیش همزمان با گشتنی هواپیمای بی سرنشین در این منطقه صورت گرفته است. مقام‌های محلی طالبان در بدخشان اما تاکنون در این مورد چیزی نگفته و آن را رد و یا تایید نکردند. مقامات طالبان بارها از دفاع از مرزهای افغانستان سخن گفته و افزودند که این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنند. ملا یعقوب مجاهد بارها از دفاع از تمامیت ارضی افغانستان سخن گفته و آن را مسئولیت طالبان خوانده است. این زوف نشکوالای که یک متر در افغانستان خواهد را داخل سی او یک افغانستان را خواهد مقدر نظر بود. در همین حال منابع محلی در بدخشان میگویند که 2 دختر جوان در پی غرق شدن در دریای کوکچه این ولایت جان باختند. منابع گفتند که این دختران حوالی ساعت 1:55 پس از چاشت روز یکشنبه 21 اسد در منطقه شورابک در مربوطات شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان غرق شدند. با گفته یه منبع آب دریا زمانی این 2 دختر را غرق کرده که آنان با خانوادهشان برای تفریح رفته بودند و هنگام قدم زدن به یک محل ریگی در دریا افتادند. و خبر اخیر هم این که با رسیدن 15 آگوست و تسلط دوباره یه طالبان بر کشور، عده‌ای از افراد و هواداران طالبان ابراز شادمانی کرده و به گفتن جوک و فکاهی پرداختن. امیرالمؤمنین ته مبارکی وایم، افغانانو ته ټول ته مبارکی وایم. اسمن بیرغم. در این ویدیو دیده می شود که عده‌ای از افراد طالبان در کنار هم جمع شدن و در مورد جمهوریت و تسلط دوباره طالبان بر کشور سخن گفته و ابراز شادمانی می کنن. افغانستان بلا ورز نگواری، یوازی ده یواز دازده ورز خواری. دوستان گرامی، به پایان این بسته خبری رسیدیم. از اینکه تا این دم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا سرویس های خبری بعدی، بدرود.